آب و برق را مجانی کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید، شما را به مقام انسانیت میرسانیم. هشدار: این قسمت زوم دارای محتوای به شدت ناراحت کننده و آزاردهنده است. در 46 سالی که از انقلاب 57 میگذره، آزار و اذیت و تجاوز به حریم خصوصی شهروندان در صدر دستورالعمل‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته. از تأسیس کمیته ها در ابتدای انقلاب تا به امروز، حافظه ایرانیان پر شده از برخوردها و حملات غیرقانونی نیروی انتظامی و پلیس که با توحش کامل باعث مرگ شهروندان بیگناه شدند. حالا در تابستان 1403، بعد از قتل مهسا، ژینا امینی و کشته و زخمی شدن صدها جوان بیگناه ایرانی، دوباره چند فقره قتل حکومتی خبرساز شده. پنجم مرداد، صادق زارعی، 32 ساله، ساکن نظرآباد. از سوی رئیس پلیس اداره امنیت شهرستان چهارباغ در استان البرز، هدف مستقیم گلوله جنگی قرار گرفت و به شدت مجروح و قطع نخاع شد و پس از 10 روز بستری در بیمارستان در 15 مرداد جان باخت. ماموران به همراه رئیس پلیس اداره امنیت چهارباغ برای اجرای حکم قضایی در پرونده‌ای که صادق زارعی حتی در اون تفهیم اتهام نشده بود در محل سکونتش حاضر میشن. رئیس پلیس اداره امنیت به محض ورود بدون دلیل اقدام به کشیدن اسلحه میکنه و از فاصله بسیار نزدیک به سمت سر صادق زارعی شلیک میکنه که سبب اصابت گلوله به گردنش میشه. زارعی به زمین میفته و رئیس پلیس اداره امنیت 2 گلوله دیگه هم به اون شلیک میکنه. سپس با ضرب و شتم اون رو روی زمین میکشه و با زور و خشونت شدید از ساختمون خارج میکنه. همه اینا در حالیه که دست کم 7 مأمور دیگه در صحنه حضور داشتن و صادق زارعی میتونست به راحتی بازداشت بشه. در گواهی فوت صادق زارعی، علت مرگ اصابت گلوله در نتیجه عملکرد وسایل جنگی در خارج از جنگ ذکر شده. مرداد ماه، مازیار مؤدب، 35 ساله، اهل روستای بوئین از توابع شهرستان فومن، بر اثر باتون ماموران نیروی انتظامی در بازداشتگاهی در رشت جان خودشو از دست داد. ماموران نیروی انتظامی به خانواده این شهروند گفتن مازیار به جرم سرقت در بازداشتگاه بوده که حالش بد شده و در حین انتقال به بیمارستان جان باخته. سوم شهریور، محمد میر موسوی، 36 ساله، اهل روستای سید محله در رودبنی لاهیجان، پس از دستگیری در بازداشتگاه پاسگاه لنگرود جان باخت. تصاویر و ویدئوی تکان دهنده ای هم از پیکر این جوان در غسالخانه لاهیجان منتشر شد که آثار ضرب و جرح شدید بر بدنش را نشون میداد. به گفته برخی منابع، محمد برای شکنجه به پاسگاه ناصرکیاده منتقل و با دست و پای بسته به طور وحشیانه شکنجه و کشته شد. یک منبع میگه محمد میر موسوی رو در پاسگاه به صندلی یا ستونی میبندن و با کابل و آهن و میله و باتوم کتکش میزنن، ضرباتی که باعث کشته شدنش میشه. پلیس هم ضمن تایید این خبر، دلیل مرگ محمد میر موسوی رو عدم کنترل خشم و احساسات عوامل پاسگاه و بی‌اعتنایی به وضعیت متهم اعلام کرد. 5 شهریور، ویدیویی منتشر شد که نشون میداد 3 مأمور انتظامی در شهر ری سعی دارن فردی رو با خشونت در صندوق عقب خودروی نیروی انتظامی جا بدن. 9 شهریور، کمیل ابوالحسنی، حدود 36 ساله، اهل شهسوار و دارای 1 دختر 9 ساله. بر اثر شکنجه و ضرب و جرح شدید توسط ماموران در بازداشتگاه نیروی انتظامی در شهسوار کشته شد. به گفته یکی از نزدیکانش، اون در جریان اعتراضات سراسری 1401 به جرم مشارکت در آتش زدن کیوسک نیروی انتظامی شهسوار در 30 شهریور بازداشت شد و بعد از گذشت 2 ماه با وساطت پدرش که نیروی بازنشسته سپاه پاسدارانه، با قید وثیقه آزاد شد. احضارها و بازداشت‌های موقت این جوان در این مدت ادامه داشت تا اینکه 7 شهریور ماموران آگاهی شهسوار با حمله به منزل شخصی کمیل اونو به شکل خشونت‌آمیزی در حضور همسر و فرزند 7 سالش بازداشت می‌کنند. 24 ساعت بعد هم خبر جان باختنش رو به خانواده‌اش میدن. شهریور ماه، سرباز وظیفه،
امیررضا حامدی عثمان بندانی. بر اثر شکنجه مقام‌های انتظامی در پاسگاه شهر احمد سرگورا به شهرستان شفت گیلان کشته شد. بنا به گزارش‌ها او که پیشتر هم به دلیل حضور در خیزش سراسری بازداشت شده بود، چند روز قبل از مرگ به خانواده‌اش گفته بود که به دلیل درگیری و اختلاف با مافوقش دیگه حاضر نیست به خدمت سربازی اجباری ادامه بده. با این حال پدرش اونو به پاسگاه محل خدمتش میبره. چند ساعت بعد با خانواده این سرباز از پاسگاه تماس گرفته میشه و گفته میشه که فرزندشون خودکشی کرده و جان باخته. با اینکه اثرات ضرب و شتم بر بدن این جوان پس از مرگش مشهود بود. اینا فقط چند نمونه از قتل شهروندان به دست ماموران انتظامیه که در یک بازه زمانی کوتاه خبرش منتشر میشه. با توجه به اینکه اطلاع رسانی آزاد در ایران وجود نداره و بسیاری از موارد مشابه مسکوت باقی میمونه، این خبرها واکنش‌های بسیاری از شهروندان و فعالان رو هم برانگیخت. آتنا دائمی، زندانی سیاسی سابق، نوشت در زندان‌های قرچک و لاکان زندانیان جرایم عمومی بسیار زیادی دیدم که وحشیانه شکنجه شده بودند و با تهدید و ارعاب مجبور به سکوت می‌شدند. حسین باستانی، روزنامه‌نگار، نوشت اشاره امروز دادستان کل به قتل محمد میرموسوی، تمرد از دستور مأمور انتظامی جرم است. سخنگوی وقت ناجا در توضیح مدارای پلیس با مهاجمان به سفارتخانه عربستان، مردم را خیلی وقتها نمی شود زد. اصل ماجرا این است که بعضی از مردم را نمی شود زد و بعضی را می شود زد، بقیه فرع ماجرا است. در بعضی از این موارد حکومت اعلام کرده که عاملان بازداشت شدند، ولی آیا این قتل‌ها و برخوردها صرفاً بر اثر رفتار نادرست و غیرقانونی چند مأمور رخ میده؟ انشالله در اجرای دستور نفراتی که برای مردم مزاحمت ایجاد می‌کنن قمه به دست هستن، گردنشون رو میشکنیم، دستشون رو میشکنیم و ایجاد امنیت و آسایش برای مردم به مرسه ظهور میذاریم و تیراندازی می‌کنیم. اینجا رضوان شهری به سر بکردی، اینجا با قانون نداریم؟ گردنتو میشکنم به سر، گردنتو میشکنم. کی هستی؟ قاطعانه محکم هر کسی خواست تو این استان، تو این شهرستان های ما خدای نکرده ناهنجاری بکنه، به حکم قانون گردنشو بشکنید. پاسخشم با من. اگر صحنه درگیری گرفتید من ببینم اینجا سالم وایستاده، باید پاسخ این چه سالم تو صحنه درگیری اگر قمه دستش بوده الان باید این دست شکسته من ببینم، منم ببینم که نیمتنش دی افتاده. دست اگر قمه دستش بوده رو به وحشت ایجاد میکرده، اگر قد داره کشیده همون موقع باید شما قلم پاشه میشکنی من جا میدید حتما ساده چشم. این نوع ادبیات سخیف که بین نیروهای انتظامی و پلیس جمهوری اسلامی جا افتاده به روشنی نشون میده که سیستم اجرایی جمهوری اسلامی فاقد زیربنای اصولیه. نه آموزش درست و حسابی دیده و نه حتی حد و مرز انسانی رو میشناسه. نه تنها حقوق نصف نیمه مردم رو زیر پا میذاره و قانون رو نقض میکنه، بلکه خیلی وقتها نقش قاضی و جلاد رو هم به گردن میگیره. هرج و مرجی که باعث شده برعکس کشورهای متمدن حضور پلیس توی ایران به جای اینکه به مردم حس امنیت بده باعث ترس و وحشت و عدم امنیت بشه. شما عزیزان میتونید موضوعهای پیشنهادیتون رو در قالب مقاله، عکس، صدا یا ویدیو برای ادمین‌های آموزشکده توانا در تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک و توییتر یا به ایمیل ما یعنی tu@tavana.org ارسال کنید. اگه هم دوست داشتین زوم با هر اسمی که شما بگید، چه مستعار چه حقیقی، ازتون به عنوان منبع نام میبره. بذارین به گوش برسه.